شما به رادیو جوانان امروز گوش میکنید. رادیو جوانان امروز. مهمان این هفته ما عزیزان آقای مسعود امینیه، شاعر و ترانه‌سرا. ترانه‌سرایی که با اکثر خواننده ها کار کرده، ترانه هایی رو که به طور مثال شاید ما ها هر کدوم خاطره هایی داریم باهاش، که با صدای امید، شهره، معین، داریوش، فریدون فروغی و ده ها خواننده دیگه که خونده شده از کارهای آقای مسعود امینیه که ما امروز پای صحبت ایشون میشینیم، از کارهای هنریشون، زندگی گذشتهشون، ازدواجشون، طلاقشون با خانم دینامیک و همینطور به هر حال صحبتهای حاشیه‌ای که راجع به آقای امینی در پخش شده، کسایی که مثل آقای عباس حسن عباسی که معروف هستن به سیاوش اوستا و به هر حال شایعه پراکنیایی که ایشون در مورد آقای امینی و یا بسیاری از افراد به هر حال انجام دادن، میریم و همه چیز رو از زبان خود آقای امینی میشنویم که بهتره. ممنون از وقتی که دادین برای این مصاحبه با رادیو جوانان امروز. اونجوری که من مطالعه کردم راجع به کارهای شما، شما بیشتر با فریدون فروغی، مهرداد آسمانی، شهرام سلطی و معین و امید کار کردین ما بین خواننده ها، درسته؟ والا با اونا هم کار کردم، ولی نه، من با همه بچه‌هایی که تو روزگار ما هستن و در واقع قابل سرشماری جامعه هنری هستن با همه‌شون کار کردم. فریدون فروغی به دلیل اینکه ما از روزهای نوجوانی با هم دیگه کار میکردیم، از 13 سالگی 14 سالگی ما ارکستر داشتیم با هم دیگه، بعد با فریدون فروغی، ابی، داریوش، هایده، همیرا، معین، امید، شهره، شهرام، شاهرخ، دیگه نمیدونم هر کی که هست دیگه، هر کدوم این برای بچه ها که هستن، با همشون تا این سالها کار کردن. ما بین کسایی که آقای امینی باهاشون کار کردین، ما بین خواننده ها، چون به هر حال شما ترانه سرایی میکردین، کدوم یکی از خواننده ها محبوب شما بودن که وقتی ترانه ای رو درست میکردین مثلا دوست داشتین حتما اون بتونه بخونه؟ آره ببینین، این که من چه شد ترانه ای رو درست کنم و چه کسی بخونه نیست در کار ما، این است که یک ترانه‌ای که ساخته میشه با یک ملودی، شما میبینی مثلا این نوع ملودی به صدای مثلا معین میخوره یا به صدای امید میخوره، خب اونو شما حتما نمیاره بدی به اندی بخونه. چرا؟ برای اینکه پوزیسیون صداشون اصلا فرق میکنه برای خوندن این ملودی. در ضمن اون ترانه‌ای که شما میدی به یک خواننده میخونه، اون باید از جهت مردم، برای مردم قابل قبول باشه، اون شعری که اون خواننده میخونه. شما مثلا اگر یه شعری رو میدادی به آغاستی میخوند یا به سوسن میخوند یا به آفت میخوند، اون رو حتما نمیتونستی بدی مثلا داریوش بخونه، چون اصلا خنددار میشد داریوش بخونه آخ به دلم واخ به دلم یه کارد سلاخ به دلم، میدونید؟ از این بابت شعر انتخاب میکنه بلندگوی خودشو دیگه. بعد از اینکه 50 سال شما تو این کار ده ها و صدها ترانه داشته باشی تو تاریخ موسیقی ایران، دیگه یاد گرفتی که چه نوع شعری رو چه کسی باید بخونه و چه نوع ملودی رو باید چه کسی بخونه. بله درسته، درسته، حق با شماست. جناب امینی، شما آیا در طول به هر حال کاری ترانه سرایی که کردین، آیا به هر حال شده که ترانه های بعضی ترانه سراها هستن که مثلا ترانه های دیگر رو از زبان های دیگه گوش میکنن، بعد ترجمه میکنن به زبان دیگه و به هر حال به نام خودشون این ترانه ثبت میشه؟ آیا شما کارهای ترجمه کردین توی ترانه هایی که درست کردین؟ من نه این کار رو کردم، نه اصلا اعتقاد دارم به این کار. میشه ترجمه کرد یک کاری از یک صدایی از یک فرهنگی دیگه، ولی یه ترانه سرا اصلا بستگی داره به اون
در واقع پرنسیپ ها و ارزش های اون انسان شاعر، اینها در واقع محصول بیتابی های انسان در لحظاتی که در پرتو شعور نبوت قرار میگیرد. ترانه شعر با اون مقاصد عالی انسانی اینجوری نیست که شما برداری از جای دیگه بخوای استفاده بکنی. خب هر کسی هم این کارو کرده، هم تقش در اومده، هم گندش بالا اومده، همین که بی هویت و بی اعتبار شده. من بعید میدونم یه آدمی که با ارزش‌های هنری به دنیا میاد و بعدم درش پیدا میشه و نشو نما میکنه به خودش چنین اجازه رو بده که مال کسی رو بخواد به خودش اطلاق بکنه. و در ضمن هر شاعری که شما میبینید میمونه کسیست که زبان بیان پیدا میکنه. یعنی شما وقتی شعر فروغ رو گوش میکنید میدونید مال فروغه، شعر شاملو رو گوش میکنید معلومه مال شاملوه، شعر نیما رو گوش میکنید معلومه. از این بابت این بچه های شاعر و ترانه سرا هم این گونه هستن. هر شاعری که زبان پیدا میکنه برای بیان مقاصدش دیگه در اون تعریفا، در اون چارچوبا قرار نمیگیره، اصلا قرار نمیگیره ذهنی که بخواد دست به چنین کاری بزنه. اما خب متاسفانه امروز زیاد بله جناب امینی شما، البته من به هر حال ترانه سراهایی چون میشناسم که به هر حال آدم وقتی که توی سنایی به هر حال ترانه ها رو گوش میکنه بعد نمیدونه که و مثلا اینا فکر میکنه ترانه ها رو درست کردن، بعدن سالها میگذره میبینین یه ترانه فرانسوی گوش میکنین، یه ترانه چیز گوش میکنین، بعد میبینین ای بابا این مثلا این ترانه سرا این شعر رو ترجمه کرده. اونه که حتی میبینین که بعضی شعرهایی هستش که مثل شعرهای پست مدرنه، یه مقدار خیلی قافیه بندی نداره چون اونا ترجمه شده در حقیقت. درسته. پیش میاد، هستن کسانی که از برای همون همکارا در لس آنجلس که این کارو میکنن. من فقط خواستم ببینم که شما هم یه همچین چیز رو تایید میکنین یا نه. نه دیگه از مقوله هنر و هنرمند دیگه محسوب نمیشه دیگه اون یه داستان دیگه است، اسمش دزدی رندانه پست مدرنیسمه. جناب امینی شما وقتی که ترانه‌ای درست میکنید معمولاً اون الهام گیرنده شما چیه؟ یعنی از چه چیزی الهام میگیرین برای ساختن یه ترانه؟ والا من نمیدونم راستش رو بخواد، اینا اصلا به من ربطی نداره. وقتی احساس به نوشتن میکنی شما دیگه خود به خود این موضوع گویا که در ذهن تو ثبت شده، منتها با زبان شما بیان میشه و شکل میگیره. دو جور شعر در واقع میشه یک شاعر بگه، یکی این که میدونه چی میگه، یکی این که نمیدونه. یک چیزایی رو مینویسه بعد براش خودش تصویر سازی میکنه، میشه شعر آزاد یا همین اشعاری که میبینی. حتی این کلمات موزون وقتی نگاه میکنه میبینی حتی عروض و قافیهش درسته ولی میان توهیه، در واقع صاحب هیچ نگاه و نظری شاعر نیست. یه سری کلمات قشنگ مشنگ از اینجا و از اونجا برداشته بغل هم دیگه چیده، یه ساختمون سازی کرده، اون از مقوله شعر نیست. بله جناب امینی شما بچه خیابان شهباز هسته، یعنی و در حقیقت آیا الان چند سال از ایران دور هستین شما؟ با کمال تأسف من همون سال اول انقلاب در واقع با حکم اعدام مجبور به آوارگی شدم به عشق آزادی خواهی و آزادی بچه های سرزمینم و از اون روز تا به الان به سبک راجکاپور ما دیگه آواره ایم و این برونور جهانیم. توی به هر حال شما قبلا با خانم دینامیک یکی از به هر حال چهرهای سینمای اون زمان ازدواج کرده بودین که این ازدواج زیاد طولانی نبود. چطور شد که، اگر البته اشکال نداره بپرسم ازتون، چطور شد که این ازدواج انقدر زود به پایان رسید؟ ببینید دلایل گوناگونی داشت. یکی این که برمیگرده به بسیار نوجوانی من،
که اون موقع من تازه از زندان اومده بودم با داریوش که گرفتنه بون، ما تازه از زندان اومده بودیم بیرون و اون شرایط بحرانهای نوجوانی و اون موضوعات روحی و روانی، و در ضمن هم من از جهت خانوادگی به دلیل نوع خانوادم که خانواده های معمولا سنتی تهرانی زیاد را دستشون نیست که فرزندانشون با جامعه هنری که به تعریف عام بهشون میگم مطرب، با بچهشون بره مطرب بشه مثلا یا بره ازدواج اینگونه بکنه. اون موقع هم که من این کارو کردم، نه پدرم نه مرحوم مادرم نه مرحوم پدرم هیچ کدوم نیومدن، یعنی به گونه تحریم ازدواجی کردن ما رو در نوجوانی. بعد دیگه یه بحرانی بود، یه کورانی بود که دلیل خاصی من براش ندارم، ولی خب یه احساس نوجوانی بوده و پیش آمده و بعدم جدا شدیم. امروز هم خانم دینامیک دیگه فرزند دارن و از این داستانا نوه دارند، و اتفاقا یک کلیپی از ایشون بعد از سالها من دیدم، یکی از دوستای من از لندن برای من فرستاده بود. اول که دیدم سن آدم که میره بالا خیلی بده، یعنی اصلا این دینامیک اون دینامیکی نبود که من میشناختم، فقط در یکی دو جا از نوع خنده هاش معلوم شد که برای من در واقع وقتی من بعد از 30 و چند سال میبینم ایشون رو و اشتباه میکنم در موردشون از جهت شکل و قیافه‌ای که عوض شده، دیگه وای به حال مردم. بله، ما یه مدتی بود که چنین چیزی بود و بعدم جدا شدیم و شاهد ازدواج من در اون موقع مهدی زکایی مجله جوانان بود. آقای زکایی هم شاهد ازدواج من بودن هم شاهد طلاق. شایعات زیادی توی میدیا راجع به آقای مسعود امینی هست، از طرف بسیاری از افرادی که به هر حال صاحب نام هستم و شما میشناسینشون و قطعا هم شنیدین، زودتر از من شنیدین این چیزا رو. تا چه حد فکر میکنید مثلا فردی مثل آقای اسم اصلیشون رو نمیدونم ولی اسمی که ظاهرن دارن سیاوش عبدستا هست، مثلا تا چه حد گفته هاشون شخص آقای مسعود امینی صحت داره و میشه روش حساب کرد؟ من فکر میکنم بهترین کار ممکن اینه که شما مراجعه بکنین به اسناد و انجام داده های سیاوش عبدستا. سیاوش عبدستا 20 و چند سال از همون اوائل انقلاب، مثلا 30 سال 27 سال قبل با من آشنا شد، دوست شد، و من همیشه در صدها برنامه تلویزیونی من سیاوش عبدستا یکی از پاهای دائمی برنامه های من بوده که من اینگونه فکر میکردم که ایشون یه آدم مبارز آزادی خواهه و خیلی دوستش میداشتم. تا 4 سال پیش که من رفتم به سفر، رفتم به اروپا، بعد از سالها از امریکا رفتم بیرون، از لندن رفتم به پاریس و عوستا با من قرار گذاشته بود که من برم پاریس، ما رفتیم پاریس. برای اولین بار من اونجا با ترن زیر آبی بین لندن و پاریس با اون ترن رفتم. در واقع راه آهنی که اندکار بود، آخرین در واقع ایستگاه بود، من پیاده شدم و دیدم علی عباسی برادر سیاوش عبدستا اونجاست. من اینا رو بارها و بارها و بارها توضیح دادم، رو کلیپای بسیاری هست، به خصوص برنامه های امروز مثل امروز شنبه ها از ساعت 12 همراه با اردشیر بهرامیان ما یک تری اسنادی رو داریم پخش میکنیم که بزرگترین باند فریب وزارت اطلاعات رو که همه از دوستای من هستن با کمال تأسف این اسناد رو ما داریم منتشر میکنیم. من در لندن که بودم، علی که اومد رفتیم دم یه رستوران نشستیم، یه نمنم بارونی هم داشت میمد، بعد یه رو 20 دقیقه عوستا اومد، عوستا اومد با یه خانومی و یه بچه دختر خانوم 7-8 ساله ای. دیدیم عوستا برای من هتل گرفته بود و علی برادرش
قرار بود که منو ببره از همچین چیزایی، ما قرار همچین چیزایی نداشتیم، قرار بود که من برم پاری. خب طبق معمول یا خونه علی بودم یا خونه اوکتا دیگه یا خونه دوستای دیگه. بعد همون که سوار ماشین اوستا شدیم، سر را نگه داشتم یه دونه اینجایی که کارت تلفن میفروشن. من یه تلفن از لندن یکی از دوستان داده بود به من، من بود خانواده محسنی، اونا هم شاهدن، همه صدها آدم، هزاران آدم شاهد این موضوع در ارتباطهای ما هستن. بعد نگه داشتم یه جا و یه کارت تلفن برای من خرید، گفت آقا این کارت رو باید اد کنی به تلفنت که شماره پاریس رو داشته باشی. خب ما هم از همه جا بیخبر خیلی خوشحال بودیم دیگه، خیلی ازش تشکر کردم. ما رفتیم هتل با علی روز جمعه، من رسیدم اونجا شنبه، یک شنبه شب خوردیم به اشکال که اوستا پول دو روز هتل رو داده بود. اون آقای هتلی من رو اونجا نگه داشت و در رو باز نمی کرد که اوستا پول کم داده بود. خلاصه منم در اون موقع پول کافی نداشتم، 60 یورو داشتم، 60 دلار داشتم و باید نته که 100 دلار نمیدونم 80 دلار چه 80 یورو میدادم. خلاصه مجبور شدیم که صبح فرداش که علی آمد، ما قرار شد که از اون هتل بریم. اوستا هم گفت آره من چون پول نداشتم و از این حرفا. خلاصه معطلتون نکنم، بعد ما اونجا در رابطه ای که من پیش اوستا میبادم بالا تو شانزلیزه با یک کسی آشنا شدم توی رستوران جتست که اینا رو هم تعریف کردم، توضیح دادم. یه پسری تو خیابون وایستاده و فلایر داشت پخش میکرد، بعد گفتش که اینجا جتسته. گفتم اینجا چیه؟ گفت آره اینجوریه اینا. بعد تا من دیگه شما چقدر استعداد آشناست، آقای امینی شما آقای امینی هستید، دوستاتون شهره این اون، رفیقای آقا فرشادن، آقا فرشاد کیه؟ صاحب جتست. خلاصه ما رفتیم جتست که ببینیم چجوریه. از در که رفتم تو دیدم اون روبروی آقای نشسته و یه سگی هم داره و دو تا سیخ کباب برگم توی بشقاب چلو سگت. یه آقایی هم به اسم فرشاد ارشدی و دختر خانم ایشون و یه آقای دیگه به اسم آقای افشار که تو فرانسه همه میشناسنشون، ایشون مسئول املاک خانواده های وابسته به سلطنت و سلطنت در جنوب فرانسه و اینا که منزل های اینا رو نگهداری میکنه، میخره، میفروشه از این چیزا. بعد این ما این گوشه نشسته بودیم، دیدیم این آقای بلند شد اومد و سلام شما آقای امینی هستی، به 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 بفرمایید سر میز ما. و ما رو بردن نشوندن اونجا، ما نشستیم. همین که نشستم دو دقیقه اول گفت آقای امینی بابا ما 10 سال منتظر شما هستیم. من فکر کردم داره به من حال میده، شوخی شوخی گفت آقای امینی بستن زبون مسعود امینی یعنی لال شدن، خفه شدن لس آنجلس. من فکر کردم باز این داره به من حال میده. خلاصه ما با این آقا آشنا شدیم. این آقا شروع کرد که 1 میلیون پول بیژن پاکزاد، درست همون موقع بود که بیژن مرده بود، پول بیژن پیش منه. گفتم خب اشکال نداره، میتونیم با خانوادهش تماس بگیریم اگه واقعا اینا که شما میگه اینجوریه، خب پولشو میشه بدین به ایشون. ما با این آقای تونی صرافزاده آشنا شدیم به عنوان 1 میلیونر شرکت هوافضادار در روبروی سیاوش اوستا اونور خیابون در ایران ایر، طبقه بالای ایران ایر، یه شرکت هوافضا، ایشون هم صاحبشه. یه میلیونری که فقط یه انگشتر 500 هزار یورویی فقط دستش بود، یه ساعت انگشتر نمیدونم الماس فلان، یه آدم با دک و پوز درست حسابی با بنز 600 و راننده هم در رو باز میکرد. اینا ما با این آدم رفیق شدیم، این دیگه با ما شد پسرخاله. حالا نگو این آقا تونی سرازده نیست، این آقا حمید زاکری سرگروه قتلای زنجیره‌ایه. ما اومدیم به اوستا گفتیم اینجوری اینجوری، هرچند خب من اوستا رفیقم بود دیگه، بهش میگفتم، به من نمیگفتیم حمید زاکریه. گفتم این پسره میگه فامیل زاکریه. گو آره زاکری در عراق 4 تا از اون سفرای ایرانو که گرفتن داره بازجویی میکنه، این فامیلشونه و اوستا و زاکری اینجا یه عالم ساختمون داره، این پولاشو میگیره. خلاصه
ما با این آقا قاطی شدیم و رفتیم قرارداد تلویزیونیشون ما باید یه تلویزیون را بندازیم. من اینا رو همه رو گذاشتم جلوی دوربین و همه رو به مردم نشون دادم. این 4 سالی که آمدم ده ها و صد ها سند از باند جنایتکار اینا همکاران اینا من منتشر کردم. اوستا در آخرین در واقع باری که من اوستا رو دیدم در حضور خواهرش سارا، اون دختر خیلی دختر با شرفی، هم خودش هم علی برادرش هم اون یکی برادر دیگرش، ولی علی و سارا چون از اوستا فرمانبری میکنن حیوانا گیر افتادن دیگه نمیدونن چیکار کنن. جلوی سارا به من گفتش که خب مسعودشان دیگه حالا باید بیای تو هم با اینا کار کنیم دیگه. منو میگی؟ اصلا یه موندم هر چه درم در آمد. گفتم به علی خامنه ای دار دستشو، گفتم آقا من تنها کسی هستم که تو این بخش تاریخ ثابت میکنم در عین سلامتی روزی که احتیاج داشتم کسی برای من پول جمع بکنه خودکشی میکنم، وصیتم کردم منو بسوزونم، خاکمو بریزن سر میدون ژاله تو سرزمینم. عارف دادم خونده، شهران سولتی خونده، سیامک شجریان خونده، خودم خوندم ده ها با این وصیت نامه. یک بار با صدای عارف یک کاست ازش اومد بیرون، بعد با صدای شهرام سولتی اومد بیرون، بعد با سیامک شجریان و شهرام سولتی با آهنگ فرید عزیزمون، آهنگ شهرام سولتی مال محمد مقدمه، آهنگ سیامک شجریان بار فرید فرجاد عزیزمه، و اونی که عارف خونده تنظیم کامل علیپور و احمد پژمانه در واقع، و یه ملودی مال یه پسری به اسم شهریار که ما دادیم به عارف خون. خلاصه من از اونجا اومدم بیرون اصلا دیگه شاخ در آورده بودم. 3 روز نکشید، 4 روز نکشید، وقتی اوستا دید دیگه از من قطع امید کردن، آقای زاکری که با من توی خونه پرنسس ثریا در نوعی، تو نوعی پاریس همه میشناسن اونجا رو، بلدن، نزدیکای خونه آقای سرکوزی بود، ایشون اونجا رو اجاره کرد، ما دوتا توی زندگی میکردیم. بعدها یواش یواش پای آدمایی پیدا شد که شریکای زاکری بودن، یا آقای به اسم سلمازاده، اونم جزو سرگروه قطرهای اروپا بوده که از ایران اومده بود. خلاصه اینا نقشه کشیدن برای حسب من، دیدن تو پاریس نمیشه، برنامه ریزی کردن که در هامبورگ من شب قرار بوده آقای همین سلمانزاده 600-700 هزار پوند اینجوری که اینا میگفتن در جنوب فرانسه باخته بوده، 300-400 هزار پوند جیبش بوده در آلمان. این زاکری به من گفت که، یعنی اون موقع تونی صراف زاده بود، تونی به من گفت آقا امینی چون ایشون شما رو خیلی دوست داره بحث گوش میکنه، برو به هامبورگ و این 1-2 روز اونجا هست و نذار این پولا رو ببازه تا من به شما زنگ میزنم. ما اومدیم بریم که از هواپیما جا موندیم، وقتی فرداش رسیدیم اونجا معلوم شد ساعت 6 صبح ایشون چکات کرده رفته، یعنی برنامه ریزی کرده بود برای کشتن من همون شب در هتل، شب منو ببره کازینو مازینو مست و پست و یا هر چیز دیگه، بعدم مثل بقیه دشن آجین کنن و صبحم ساعت 5:30 بره از اونجا بیرون از اون هتل، سوار طیاره بشه 7 صبحم برگرده بره ایران. دیگه کسی هم نمیتونه ثابت بکنه. بعد از این ماجراها دیگه کار علنی شد، زاکری شروع کرد به تهدید من، نه تهدید من، تهدید آرش شاه تیموری، رادیو همصدا دات کام سوئد که من اونجا بودم. بعد در این ماجراها اردشیر پیدا شد که اردشیر و سردار محمد رضای مدحی برده بودن در بانکوک بکشنش، و ماجرای الماس با الماس را باید برید، دولت موقت و این داستانا. بعدن که شما وقتی میری تحقیق میکنی اینا رو میبینی مستند، نه با حرف نه با گمان زنی، من دارم پخش میکنم صداشون رو، وقت بعد میبینی نوریزاده و اوستا و زاکری و امیر فرشاد ابراهیمی و اینا هر کدوم کاری میکنن. یعنی اوستا کارش اینه که در ارتباط با وسایل ارتباطی توی امریکا باشه، تو هر تلویزیونی که شما ببینین اوستا رو، تلویزیون پارس امیر شجره برای امیر دکترای افتخاری از فرانسه میگیره، شما بپرسین آقا چی کار است که برای شجره دکترای افتخاری گرفته باشه. خودش میگه مامور امنیت
فرانسه است، هر کسی هم بخواد تو پاریس راه نمیده. بعد معلوم شد ایشون هم با اونا کار میکنه هم با اینا کار میکنه و ماموریتش هم در ارتباط با هنرمندان و وسایل ارتباطیه که این زاکری رو آقای اوزدا ریش گذاشته بوده، سیبیل براش گذاشته بوده، بغل دستش میشونده، چند سال به اپوزیسیون اینو خورونده. تا اینجا رسیدیم که آقای امینی میفرمایند که آقای زاکری رو آقای اوستا به هر حال با بدلسازیشون به عنوان یک اپوزیسیون به خورد جامعه اپوزیسیون خارج از کشور دادن. حالا دنباله صحبتاشون رو با هم میشنویم. به من زنگ زده بعد از ماها به آقای سعید تلویزیون میهن، به آقای به تمام آقای عزیزان، به اکثر این آقایان تلویزیون ها که با من گفتگو میکردن، ایشون سوال داده بود من جواب بدم، سوالاتشو جواب دادم، ازش پرسیدم، خواهش کردم، دعوت کردم آقا بیا در یه گفتگو با من به من بگو که این حرفو تو به من گفتی یا نگفتی. ایشون به جای این شروع کرد سایت درست کردن با اطلاعاتی ها بر علیه من که این شیرهی، این دزد شعر مال خودش نیست، این قاتل، نمیدونم سلاح غیر مجاز فروخته به جمهوری اسلامی، الان در کیشه، الان در ترکیه است با سردار مشایخی، 6 میلیون دلار پول گرفته موتورهای هواپیمای بی سرنشین فروخته، از این جفنگات. هر جا رو شما باز کنی اوستا و زاکری روی یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، نمیدونم آمو، هر جا رو شما ببینین اینا راجع من چی داره نوشتن. منم به جایی که جواب بدم سند دارم پخش میکنم، ایشون بیاد جواب این سندا رو بده، ایشون چی میگه اون چی میگه رو ور کنیم، سند، مدرک، صدای خودشون، انجام داده‌های خودشون، پیش بردن خطایی که من دارم افشا میکنم. آقای اوستا هم هر وقت دوست داشت، شما تنها کسی نیستی که من این خواهش رو ازش کردم، از 10 نفر دیگه هم خواهش کردم که به ایشون بگن در برنامه های تلویزیونی مختلفی، از ایشون خواهش کردم که آقا بیا جواب منو بده. ایشون گفته که من با رفسنجانی و علی خامنه ای مناظره میکنم. مسعود از دوستانمونه، اشکالی نداره. این هم آقای اوستای نیهم پرست، چه میدونم، رهبر زرتشتیان جهان، مریض روانی، دچار بحران شده، این بحران هویت. جناب امینی ببخشید، من راجع به شخصیت آقای حسن عباسی یا همون سیاوش اوستا برای خودم، به قول انگلیسی I have my dispute، یه خودم نظرهای خودم رو دارم به خاطر شخصیت به اصطلاح متفاوتی که ایشون دارن. ایشون مثلا حیثیت شاهزاده پرنسس ثریا رو به چالش کشیدن با آوردن یه دختری که نمیدونم از کجا پیدا میکنن این افراد رو که میگن که من دختر ثریا بودم و نمیدونم منو تو ایران تو فلان پستو بردن بزرگ کردن، فلان خانواده، مادر من ثریا بود و فلان ایشون رو آورده بود که ایشون ادعای ارث و میراث بکنه، به دختره گفته بود تو بیا من تو رو علمت بکنم که بتونی ارثیه مادرتو بگیری، لابد با شریک بوده، نمیدونم. بله بله، ایشون اصولا دستگاه به اصطلاح داستان سرایی خاصی دارن آقای اوستا، متاسفانه به جای کار حرفه‌ای خبرنگاری به فقط دنبال اینن که مثل زالو ببینن به کجاها. مثلا مهمترین مسئله‌اش همین دختری بود که از پرنسس ثریا، و یا اینکه نه، این مهمترینش نبود. نه شما از کارای ایشون اطلاع نداری. ایشون یه بار اعلام کرد 270 نفر شهبانو، خانم مریم رجوی، آقای اوستا و 270 نفر با هواپیما آماده هستند در فرودگاه مهرآباد در انتخابات آقای رفسنجانی پیاده بشن و در اون انتخابات مشارکت کنن. ایشون از این کارا بسیار کرده. شاهزاده رضای پهلوی رو متهم به قتل برادرش کرد، گفت رضای کوچولویی که خودکشی کرد اینو رضا پهلوی کشته، چون علی رضا به اوستا دوست صمیمی اوستا بود، خودش این دروغا رو میگه، بهش گفته بوده رضا پهلوی منو کشته. هر دقیقه یه قصه، یه داستانی
علم میکنه برای این خانواده. بعد وقتی هم شعبانو اونجا تو گورستان جایی میره برای خاک سپاری کسی و اینا میچسبه به شعبانو که از اون به وزارت اطلاعات بگه آقا من هم بغل دست شعبانو حضور دارم تا هر جایی که شما بخواید. این هم آقای عوستامونه. بله متاسفانه یه همچین حالت هایی هست و عوستا انجام دادن. یه دختری بود که حالا من نمیدونم با جراحی پلاستیکی یا چیزی ایشون رو یه چیزی شبیه عجق و جقی کردن که یعنی دختر شاه و گوگوشه. یعنی میدونید ایشون هر گونه بی اثبتی و بی اسمتی رو واقعا پیشه خودشون کردن به عنوان به اصطلاح کار خبرنگاری. من این رو در مورد آقای اوستا قبول دارم. ولی آقای امینی نه تنها آقای اوستا بلکه یه لیست بلند بالایی از افرادی هستن که به هر حال راجع به شما نظرات مثبتی ندارن. آیا همشون اطلاعاتی هن؟ یعنی شما هیچ آدم مثلا اوستا میگو میبودی اینا رو گفته. علیرضا میگه مثل تو که میدونی مردی که روانیه ول کنم نیست مثل سری چت بوده به من. میگفت شاروخ اینو گفته. شاروخ بعد بخومد تو برنامه من گفت آقا من از اول به این آقای امینی به این رفیقم میگفتم این اوستا کلاشه عوام فریبه مزدور اطلاعات فرانسه و جمهوری اسلامی. امینی باور نمیکرد. بعد میگه دکتر ناصر انقطاع اینو گفته. ناصر خان انقطاع گفت مسعود جان من در خاک سپاری پسرم اون شعر تو که هر خاک که جز خاک وطن نیست واجب به تن مرده کفن نیست ای پرچم ایران کفن تو پیراهن افتخار عالم به تن تو اینجا سپردیم امانت بدن تو تا باد برد بوی تو را در وطن تو. این رو من در خاک سپاری پسرم خوندم. اون وقت میام میرم این حرف را جو به تو بزنم. عبستو روانی موانیه از این حرفا زیاد میزنه. همه اون لیستی که برای شما بلند بالاست همش اطلاعاتی همش دروغه. یکیش اوستاست یکیش زاکریه با اسامی گوناگون و عکسای گوناگون. از این کارا هزاران بار خود ما کردن. ما اینا رو روی یوتیوب گذاشتیم و هر روزم تو برنامه های من نمونه هایی ازش رو پخش میکنیم. به خصوص امروز از ساعت 12 به بعد به خاطر شما هم که شده گفتگوی با جلیل مرتضوی رو میگذارم یک ساعت. گوش کنین که ببینین برای جلیل مرتضوی اوستا چی نوشته بوده. منم پاسخش رو چگونه دادم. حتما شما این رو هم گوش کنید از 12 به بعد امروز. آقای امینی حالا از این صحبت ها که بیاییم بیرون شما آیا فکر نمی کنید به هر حال این کوچ ایرانیا به خارج از ایران این مهاجرت باعث شد که بسیاری از افراد که رقمی نبودن و نمیتونستن باشن در زمان به هر حال زندگی ایران یعنی حکومت سابق و اینکه همه به هر حال مملکت صاحب داشت حتی هنرمندها سازماندهی و مدیریتی داشتن ولی حتی خبرنگارا همه به هر حال پاسخن. ولی بعد از انقلاب و خروج همه یک طوری انگار که همه به یه نوع نیروهای خودسری تبدیل شدن چه از هنرمند گرفته تا به خبرنگار تا به این تا به اون. آیا فکر میکنین که این یکی از معضلای اجتماع ایرانی خارج از ایران نیست که در مقابل حرفایی که راجع به هم میزنن راجع مثلا تهمتایی که میزنن احتیاجی نمیبینن خودشون رو که پاسخگو باشن به هیچ مرجعی؟ ببینید به دلیل همین بافتی که شما گفتید این بافت جدید اجتماعی سیاسی اقتصادی یه طوفانی وزیدن گرفت همه چی رو ریخت به حالا تا این طوفان بخوابه و همه چی بره سر جاش وایسه نیازمند زمانه. طی این سالها آدمای گوناگون خود گم کرده دچار بحران هویت شده یه بار اسمشون عوض میکنن یه بار فامیلیشون عوض میکنن وقتی راضی نمیشن دینشون عوض میکنن وقتی راضی نمیشن میرن دماغشون میذارن سر پشت سرشون میذارن رو سینه هاشون. یعنی همینجوری در تغییر شکل خودشون تلاش میکنن چون دچار بحران هویت شدن یعنی روح بیمار. بعدنم این اتفاقی که افتاد یک نسلی آمد تو بازار که از گذشته بی خبره
از همینک هم میخبره. چیزایی که میدونه همین چیزایی که سر انگشتی از رادیو و تلویزیون میشنوه. ولی شما حالا فکر کن اینه که وسایل ارتباطی دارن، هیچ کدومشون محقن، هیچ کدومشون تحصیل کرده این کار هست، یا هیچ کدومشون به تجربه این کار رو دریافته بودن. نه، هر کس اومده بیرون برای اینکه تلاشی بکنه، یه تلاشی داره میکنه. اونایی که مبارزه میکنن محترمن، ولی بقیه هم نه گذشته رو میشناسن نه شرایط الان رو بلدن، ولی صاحب یه وسیله هستن و اسمش تلویزیونه و اسمش نمیدونم مجله است و اسمش رادیو است و دارن کاسبی میکنن. اینا هم بهشون حرجی نیست، این از عوارض انقلابه. با کمال تأسف. حالا به هر حال شما این به هر حال به این مسئله که فرمودین که خودتون تو رادیوتون به اصطلاح با مدارک مسائل رو عنوان میکنید، من میخواستم حالا یه مقدارم راجع به رادیو خونه بپرسم. رادیوتون چند وقت راه انداختین و آیا راضی هستین از میزان شنونده ها و فکر میکنین با چه استقبالی روبرو شده رادیوتون؟ عرض کنم که ببینید، به دلیل نوع خود من و کارنامه‌ای که دارم 50 سال تو تاریخ موسیقی سرزمینم، از 13-14 سالگی اونا شعرهای من بوده: قوزک پا، سال قحطی، قاصدک، خاک، پیر ابی، رهایی داریوش. این نشون میده از یه اندیشه یه بچه که در 13-14 سالگی این گونه میاندیشیده تا الان. خب میلیون ها بچه های سرزمین اون شعرها و ترانه های من با صدای بهترین خواننده های زمانه ما گوش کردم، به خود خواننده هایی که من خود وسیله شدم و اونا به تاریخ موسیقی سرزمین ما معرفی شدن، مثل خود فریدون فروغی، مثل فرزین، مثل موین که اول انقلاب خودم معرفیش کردم در نوار شبانه آخر، نواری که منو میبودی داده بودیم و موین و افسر شهیدی رو تو نوار شد به موندگارای تاریخ موسیقی شدن با کارهایی که بهشون داده بودم، و بقیه خواننده های دیگه که توی اون نوار بودن مثل علی صادقی، شوریده، کامران، رضای منفرد، اینها. بعد خب به دلیل اینها مردم اسم مسعود امینی براشون آشناست، ممکنه خود دیده باشن. درست اون روزگار در زمان نوجوانی ما وقتی من از زندان اومده بودم بیرون، جاهای خودم میشنیدم راجع به مسعود امینی حرفایی میزدن که او مسعود امینی رو به خدایی میرسودن. وقتی میگفتن من مسعود امینی هم، کسی باورش نمیشد که این بچه جوان اینجوری صاحب این شعرها و این قصه و این داستانهای سیاسی و نمیدونم فلانی که مردم درست میکنن برای خودشون، این در واقع فانتزی های ذهنی مردم. از این بابت چون اسم من اسم آشنایی بود برای مردم و سالها هم کار تلویزیون کردم، در لس آنجلس هم خودم نشریه داشتم، چند دوره خودم تلویزیون داشتم، برنامه رادیویی داشتم رو رادیوهای AM لس آنجلس، همین رادیو خونه رو، از این بابت خب نوع برنامه های من و اونچه که تا الان انجام دادم این بوده که من اونچه که واقعیت داره رو میگم، من به روابطم کاری ندارم. اگر یک کسی یه بلنگویی داره پشت یه سنگری قرار گرفته به اسم مبارزه ولی با جمهوری اسلامی کار میکنه یا معضلاتی برای جامعه پیش میاره، اصلا مهم نیست من باش چه نسبتی دارم. من اون رو به مردم گفتم و همیشه گفتم و نیز باز خواهم گفت. از این بابت پر از کلیپ هایی هست روی یوتیوب که شهادت به این کار من میده. وقتی من اومدم به رادیو خونه رو، این بار بدون اون که بخوام تبلیغات بکنم و بگم که رادیو خونه داره میاد، چون میدونستم باز کارشکنی هایی دوره برش خواهد شد، هیچی نگفتم. رادیو خونه رو درست کردم، علم کردم، صداش رو بلند کردم بدونی که حتی براش تبلیغات بکنم. رادیو در دو ماه اول تو سه ماه اول رسید به صدها هزار آدم. بعدها که در تلویزیون امید ایران مثلا دیروز جمعه من 5 تا 6 برنامه دارم در تلویزیون امید ایران، ساعت سر جهانم پخش میشه، هفته یک بارم با دکتر مظاهری در تلویزیون دیدار دکتر مظاهری خواهم بود. از این بابت برای اولین بار تبلیغ کردم و مجله تهران لس آنجلس هم یک صفحه آگهی گذاشت و سپس برنامه های خود رادیو خونه اونچنان جنجالی و مستند بود که
تو این یکی از کمپانی‌های بزرگ امریکایی خودشون برای ما یه اپ درست کردن. رو تو این که بزنید می‌بینید یه اپ رادیو خونه هزاران هزار شنونده از اون طریق داره. بعد فارسی رادیو هم اونا هم باز خودشون برای رادیو، چون مردم مراجعه میکردن حتما، اونا دیدن رو این سامانه ها که همه به دنبال رادیو خونه میگردن، اونا هم یه اپ درست، رادیو نمیدونم صدای امریکا هم همونجا. رادیو خونه جزو پرشنونده ترین رادیوهای خارج از کشور، جزو همون دو سه نفر رادیو جوان و رادیو خونه و رادیو هلاکویی و اینا همه در روی باند هستن در واقع، یعنی بغل هم دیگه هستن به تعداد شنونده، اینها رو بالا و پایین میکنن. از این بابت امروز رادیو خونه صاحب صدها و صدها هزار شنونده، قصه، داستان، راست، دروغ، شایعه و واقعیت هست که خدا رو شکر تو 6 ماه گذشته مطرح ترین وسیله ارتباطی دوران مهاجرت، به دلیل حضور خود من، به دلیل شعرام، به دلیل صداهایی که شعرام خوندن، آهنگزادایی که روی شعرام آهنگ گذاشتن، و مجموعه این اعتبارات کمک کرد که از رادیو خونه یه چیز درست کرده که خدا رو شکر به زودی هم که اپای خودمون، اپای مخصوص خود رادیو خونه با اندروید تلفن‌های بچه‌های ایران یکیش تنظیم شده و یکیش هم تو اپ استور مثل همه هست، اونها در هر 2 ماه آمار می‌ذاریم و اعلام می‌کنیم. هر تلویزیونی، هر رادیویی تو این دنیا بیشتر از رادیو خونه شنونده داره، آمارش رو بذاره مردم نگاه کنن. اینم کاریه که میتونیم بکنیم. نظرتون راجع به شخص به هر حال ادعاهای آقای قربانی چیه؟ فکر می‌کنید تا چه حد داستانایی که میگن درسته؟ عرض کنم که ببینید، من با محمود سالهای سوال رفیقم از نوجوانی، اون موقع که مکانم موزیک میکردیم، خب طبیعی بود که محمود کاباره‌دار بود، بعدم دیگه همسر گوگوش شده بود، خیلی طبیعی بود که اون بچه های موزیسیانایی که ما با هم کار میکردیم یه بخششون با ارکستر گوگوش میزدن، مثل خسرو پیشکاری و بچه های دیگه که بچه های موزیک ما بودن، بعد اونجا هم با گوگوش کار میکردن. این که فرمودین تلویزیون داره، نه، ایشون در تلویزیون MTC مال شهرام هاشمی زاده، این تلویزیون اسمش ملی تیوی بود و بلنگو امیر احمدی لابیست جمهوری اسلامی در واشنگتن بود و آقای امیر احمدی از اونجا پیامای نمیدونم اصلاح خواهانه و اینی که در واقع لابی میکنن برای ایران و اینا رو ایشون از اونجا سنگر در واقع آقای امیر احمدی، تلویزیون MTC یا ملی تیوی بود که سنگر که چه از کنم منبر ایشون بود. حال این شهرام هاشمی زاده، من اونجا خودم چند سال تو اون تلویزیون باهاش همکاری میکردم. بعد خود اون یه شخصیت ملقلق شیاد کلاهبردار حرفه‌ای که از واشنگتن در رفته و خودش داستانیه. این روزا اینجا وقتی این خانم خاطرخواه، این خانم دوست ما، دختر جوانه ایوانکی اومده بود اینجا، قربانی شد و ایشون خاطرخواه ایشون شد، داره با ایشون زندگی میکنه، به زور میخواد داره ایشون رو خواننده کنه. چون ایشون رو میخواد خواننده بکنه، هیچ که حاضر نیست بغل اون خانم وایسته بخونه یا کاری براش بکنه، محمود رو اوورد آنتریک کرد که هرچی که از اون بدتر نیست رو بگه. در مورد قضاوت من در مورد محمود دوست منه، جز محبت هیچ وقت با من کاری نکرده، من مسئول گفته های ایشون نیستم. یک بخشی از حرفای ایشون میتونه درست باشه، چون در این کار بوده، شغلش بوده. اون کاباره مال هاش دورفشان بوده، اون کاباره مال احمد قربانی بوده، برادر بزرگ محمود، محمود هم خوب برادرش بوده و اونجا مدیریت میکرده. حالا خیلی موضوع اینجا قرقاتی میشه با هم دیگه. از این بابت اون چه که میگه یک بخشش درسته، اما بد میگه محمود. یعنی مثلا در مورد بهروز، دوست عزیز من و دوست عزیز همه بچه های جامعه هنری، بهروز وثوقی محمود دیگه میگه دیگه، نه اینکه دروغ بگه، این اتفاقا در اون موقع افتاده. شما نگاه کن مملکت چجوری بوده، حالا از محمود گذشته، که یه نفر با صاحب یه کاباره یا مدیر یه کاباره بتونه چنین تأثیراتی رو تو جامعه داشته باشه، خب این جامعه باید خیلی دوتر انقلاب میشه توش در اون گذشته. من نظر خاصی در مورد ایشون ندارم. یه بخشش اینه که من با ایشون دوستم،
یه بخشش اینه که محمود حرفای خودشو داره دیگه، هر کس مسئول حرفای خودشه. اینجا چون شهر دروغ و دونگ و چرت و پرت و حرفای گندست رو دیگه شما نگاه کن، یه کت کلاش کلاهبرداری که از ایران با کلاهبرداری در میره میاد تو امریکا، اینجا توی خونه با ناصر رنجبین توی اتاق زندگی میکرد، یهویی تجارت فرش برادر احمدی نژاد تو لس آنجلس خانه فر خانه ایران را افتاد، شهر مامایون شد کلاهبرداری که از سر خدا هم کلاهبرداری شده بود از ایران در رفته، واسه ما شده صاحب تلویزیون داره خودش تاریخ و شناسنامه درست میکنه. اینا همه قلاوی هن و هر کس در این مبارزه یک کارنامه ای داره از 50 سال قبل تا الان، هر کس توی این مبارزه بوده کارنامهش مشخصه. اینا یک چیزای در واقع چیدشهایی است که بر اساس فعل انفعالات اجتماعی و هدفهای سیاسی تو این جامعه پیش آمده. با کمال تأسف جناب امیدین، شما چند دقیقه پیش فرمودین که جامعه ایران دیروز به هر حال میبایست که به خاطر بافتی که داشت باید این انقلاب خیلی زودتر اتفاق میافتاد در این حکومت پادشاهی. شما گرایش سیاسی خودتون چیه؟ یعنی چی بود و چی هست الان؟ شما گرایش سیاسیتون، باورتون برای اینکه ایران بتونه یک روز ایرانی باشه که همه مردم ایران که الان آواره شدن همه جای دنیا بتونن برگردن برن سر خونه زندگیشون، من جمله حتی خود شما، برای ایران چه حکومتی فکر میکنید میتونه باشه و ایدئال شما چیه برای حکومت آینده ایران؟ ببینید، آدم در دوران زندگیش نوجوانی تا به سن و سالهای ما که میرسه دیگه به کهنسالی، تجربیات گوناگونی داره و سهو الوصول ترین نگاه و ایدئولوژی برای یه جوان نگاه چپه. یعنی هر جور که شما اعتراض بکنید شما چپ محسوب میشی، حالا چپ سازمانی یا غیر سازمانی. وقتی هم میگیم چپ سازمانی که اون موقع یه سری بچه عاشق آزادی ایران بودن، آزادی بیان نبود، به خاطر اینکه میخواستن لطمه بزنن به حکومت به خواستهاشون برسن دست به اسلحه بردن، و الا اونا که لشکر و سپاه نداشتن که بیان بگن شاه عوض بشه، شاه بره کی بیاد. اون موقع خمینی هم معلوم نبود که چی به چی بود. از این بابت من اون موقع تو زندان با آیت الله طالقانی و مسعود رجوی و مصطفی فیاوانی، اینا ما همه یه دوره با هم زندان بودیم. خب بعدها خب نگاه من به عنوان یه بچه مسلمونه، بچه خیابون شهباز، روضه هیئت که همه عمرم تو خانواده ما این حرفا بوده، سفره و هیئت و عاشورا و نمیدونم روضه و اینا، خب معلومه که من چه ذهنیتی دارم. برای من یه امام حسین زیبایی بوده که با این امام حسین جمهوری اسلامی فرق میکرده، یه علی فلسفی روحانی بوده که نماد و الگوی همه انسانهای درست بوده، همه اندیشه های کوروش ها و زرتوش ها و همه بابک ها در راه درستش، اون اندیشه است که در یک انسان میتونه شکل فلسفی بگیره. از این بابت منم این مسیر رو به گونه های مختلف با نگاه های مختلف طی کردم، ولی در اون زمان اونچه که بود بر اساس روابط غلط سلطنت طلبات سبب ساز این شده بودم، هرچی بدی میکردن به نام شاه بند خدا تموم میشد. من فکر نمی کنم دیگه هیچ وقت تو تاریخ ما دورانی مثل دوران شاه تکرار بشه که اون جوری بشه من و شما بتونیم بریم سر خونه زندگیمون. تمام شد اون دوران دیگه، نه شاهی به دنیا میاد، نه محصول جهان میشه اون اتفاقات، نه اون اتفاقات در جهان میاد، نه قطبهای مختلف نظامی و اقتصادی و سیاسی جهان مثل چپ و امپریالیست و کمونیست و این چیزها. از این بابت من به عنوان یک ایران پرست ایران خدایی مستقل آزادی خواه طرفدار هر کسی هستن که در سرزمین من یکی هم کاری بر زیان مردم کرده، در اونجا هم بر علیهش نقدش میکنم و روباروش میستم. از این بابت انقلابی که شد درسته که آخونده و روزخونه و مسائل جهانی همه دست به دست هم داد، اما خداییش اون انقلاب رو
به اسم سلطنت طلب و پیرامونیان شاه سببساز نارضایتی مردم شدن. اونا رفتن لاستیک و روغن و برنج و خریدن، احتکار کردن، 1 تومن و 100 تومن فروختن، سطح نارضایتی مردم رو به جای رسوندن که انفجار بود. شاه تنها بود. یک کسی مثل حسین فردوس رفیق جونجونیش وقتی جاسوسه وای به حال بقیه. من اینا رو دارم تو رادیو خونه پخش میکنم و همیشه هم گفتم. امروز که انسانی و وجدانی نگاه میکنی دیگه هیچ وقت اون دوره بر نخواهد گشت و تاریخ هم در حق شاه بد قضاوت نخواهد کرد و جمهوری اسلامی هم با این اسلام سببساز این امر شد که مردم برن به طرف سکولاریسم و دین مال تو حوزه و روزه و این قصه و داستانای علمیه باشه، به درد حکومت نمیخوره. من هر کس به میهنم خدمت بکنه، یه آجر روی آجر بذاره دستشو میفشه. سوالی که دارم ازتون اینه که هیچ وقت در صدد این شدین که یک مجموعه ای از اشعارتون رو به کتاب تبدیل کنید؟ بله به زودی دارم این کارو میکنم. مترصد این بودم و امیدوار بودم تا نوروز این کارو بکنم که یک مجموعه شعری به زودی منتشر میکنم و از شعرهای چاپ نشدم یک سری کار تازه کردم. خواننده به اسم خانم سیمین رو آوردم به عنوان یک زن آزادی خواهی که شعر معترض میخونه و از حق زنان سرزمینش دفاع میکنه و یک سری کارم با بچه های دیگه کردم. یکیش با امیده که به زودی خواهد اومد باز دوباره به اسم هوای آزادی با مرتضای برجسته عزیزم و این روزا بیشترین کارهایی که سعی میکنم بکنم رو ترجیح میدم بدم به خانم سیمین به عنوان یک زن معترض. در تاریخ موسیقی ما جاش خالی بوده یک خواننده اینگونه و امیدوارم که بشه همه خواسته هاشون برسن و من هم بتونم آخرین برگ مفید زندگی هنریم رو، یه بانوی رو تو تاریخ موسیقی ایران به یادگار بذارم، بمونه که میدونه چرا میخونه، میدونه چی میخونه و در راه آزادی و اطلاع رسانی سالم شعر معترض و مقاومت امروز مردم سرزمینش رو میخونه. خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین آقای امینی برای این مصاحبه. امیدوارم که بازم در فرصت‌های بعدی بتونیم که در خدمتتون باشیم. دست شما در نکنه. متشکرم. شما به رادیو جوانان امروز گوش می‌کنید. رادیو جوانان امروز.